سونا کاظمی استادیار مطالعات جنسیت در دانشگاه ویسکانسین با ما همراه شد. خانم کاظمی، ادامه پیدا کرده این حملات با وجود اعتراضات، با وجود سوالی که فعالان مدنی دارن میپرسن، والدین میپرسن از حکومت که اینها کار چه کسانیه؟ بله دقیقاً، و جالب اینجاست شما میگین ادامه پیدا کرده. بله واقعاً درسته که این 44 ساله که زنان دارن میجنگن با جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت بی نهایت زن ستیز که اون نشانشو روی بدن و بدن زنا با روسری در واقع از اول گذاشته که بتونه اونا رو تهدید بکنه و از لحاظ مدنی اونا رو در مقام دوم قرار بده به عنوان شهروندان درجه دو. حالا با این حملات شیمیایی داره از زنان که به عنوان یک نیروی سیاسی در انقلاب زن زندگی آزادی شرکت کردن داره انتقام میگیره. همین بچه مدرسه ای ها بودن که تو 6-7 ماه گذشته عکس رهبران جمهوری اسلامی رو پاره کردن از دیوار کلاس هاشون، با شجاعت تمام روسری ها رو در آوردن، موهاشون رو به همدیگه بافتن، عکس گرفتن، تو خیابونا راه رفتن و شعار دادن. پس بنابراین به حکومت نشون دادن که آینده مال اوناست و شعار زن زندگی آزادی روی بدن اونا نوشته شده، که یعنی آزادی و نیروی سیاسی که با جنسیت خودش که جنسیتش مورد نفرت جمهوری اسلامی هست داره جواب میده و اومده و شرکت میکنه. حالا با این شما دارین میگین یعنی این کار خود حکومت. اگر کار حکومت باشه با هدف سرکوب اعتراضات، چیزی که داریم میبینیم چیز دیگری است. در شاهین شهر مردم به خیابان‌ها آمدن، شعارهای اعتراضی سر میدن. پیشتر در سقز این اتفاقات افتاده بود، به اعتراض خیابانی و اعتصاب منجر شده بود. به نظر نمیرسه این چیزی باشه که باعث شه اعتراض‌ها کم بشه. 100% همینطوره که شما میگین. متاسفانه حکومت‌های تمامیت‌خواه مثل جمهوری اسلامی از تاریخ درس نمیگیرن. همیشه فکر می‌کنن با سرکوب و اعراب و قتل و جنایت و تجاوز میتونن مردم رو به عقب برونن و بترسونن، ولی هرگز در بلند مدت این اتفاق نمی‌افته. سقز پای دختر خودش ژینا وایساد، الان هم مردم جاهای دیگه ایران دارن پای دختراشون و پای زنان وای میستن. برای همینه که زنان میگن این انقلاب زنان است، کل نظام نشان است، برای اینکه میدونن اگر این ستون فرو بریزه در واقع هیچی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. و جمهوری اسلامی با حملاتی که به دخترها، با این حملات شیمیایی داره میکنه، در واقع داره ضعف خودش رو نشون میده. همونطور اگر کار رژیم باشه یا اگر کار نیروهایی باشه که از لحاظ ایدئولوژیک به رژیم وصلن، هیچ فرق نمیکنه. در هر حال حکومتیه که داره اجازه میده این اتفاق بیفته. درست مثل حملات اسید پاشی اصفهان که منجر به زخمی شدن و نابینا شدن و معلول شدن بسیاری از زنان در اصفهان شد. این هیچ فرقی با اون نداره. چه بسیجی باشه که با هیجان زدگی از صحبت‌های امام جمعه بیاد وسط به زنان حمله کنه، چه نیروی بسیجی باشه که آتش به اختیار بیاد حمله کنه، چه نیروی حقوق بگیر ساندیسخور نظام جمهوری اسلامی باشه، هیچ فرق نمی‌کنه. در واقع رژیم هست که داره اجازه میده این اتفاقات بیفته و احتمالاً از خداشون هم هست و خوشحالن که یه نفر داره این اتفاق این کارو میکنه، چون زنان از این رژیم نترسیدن و 44 سال در مقابلش وایسادن، چه در زندان، چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در پیاده روها، چه هر جایی که به این نظام نگفتن و حق شهروندیشون رو خواستن زنده بکنن، در واقع اینا در جنگ بودن. الان زنان در جنگن با این حکومت، در واقع یک جنگه. اینا حملات شیمیایی میکنن به مردم بیپناه و بیدفاع، دختران جوان، و دختران ادامه میدن و مردم دارن پای دختراشون وای میستن. سپاسگزارم از شما سونا کاظمی، استادیار مطالعات جنسیت در دانشگاه ویسکانسین با ما.